بنام خدا سلام دوستای خوبم داشپزخانه خودتان خدتان خوش آمدین. انشالله که جور و صحت من باشین. امروز به درخواست یکی از دوستا میتایی پخته میکنم. انشالله که تا آخر از ویدیو مرا همراهی کنین. با معرفی مواد اولیه پخته کردنش شروع میکنم. دو گیلاس مربای شیر گرفتیم، 4 گیلاس پودر ناریال گرفتیم، بادام به مقدار لازم، از این کاغذک ها، رنگ خوراکی که ما دو رنگ گرفتیم، رنگ سبز و رنگ زرد گرفتیم. دیگه سر گاز ماندم، بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول دو گیلاس مربای شیر در داخل دیگ مندازم. طرز تهیه مربای شیرم در صفحه یوتیوب هم هست، میتونین ببینین. مربا رو میمونم تا گرم شوه، یا همون شیر غلیظ، بعضی دوستا شیر غلیظ میگن یا کارامل میگن. دیگه ماندم که یک کمک بار گرم شد. بعد از اینکه گرم شد ناریال اضافه میکنم. دو گیلاس ناریال در اول اضافه میکنم، یک شور میتونم، باز دو گیلاس دیگه اضافه میکنم. یک دفعه کلش اضافه نکنین. خوب هم دوتای اول که شور دادم، حالا نوبت از ایست که دو گیلاس دیگر اضافه کنم. البته پودرهای ناریال فرق میکنه، بعضیش به مربای زیادتر نیاز داره، بعضیش به کمتر. دقت کنین به اندازه که لازم است بندازین. بعد از اینکه 4 گیلاس ناریال انداختم، برای 3 دقیقه خوب صحیح در سر گازی رو میمونم و سرخ میکنم، یعنی پخته میکنم. حرارت گاز بسیار کم مونین، زیاد نمونین، اگه زیاد باشه پودر ناریال رو زود کردم میسوزه. کم مونین، برای 3 دقیقه موندم. بعد از 3 دقیقه از سر گاز پس میگم، به 3 قسمت تقسیم میکنم. اگه شیر غلیظ از بازار بخرین رنگش سفیده، چون ما در خانه آماده کردیم رنگش زرد بود. ببینین یک نیم قاشق چی انداختم، رنگ خوراکی زرد انداختم، یک نیم قاشقم رنگ سبز انداختم. خوب صحیح مخلوط میکنم که پودر ناریال رنگه شوه. حالا همراه دستم میکنم، چون همراه قاشق خوب گرد نمیشه، همراه دست میکنم. خوب صحیح ورز میتونم تا که رنگ سبز و خودش بگیره. رنگ سبز ما آماده شد، گوشه میمونه ببینین چی یک رنگ مقبوله و خودش گرفته. رنگ زرد شما میکارم میکنم، رنگش بدل خواه خودتانه. کسایی هم که در ترکیه زندگی میکنن که رنگ خوراکی رو نمیفهمن که ترکا چی میگن، ما ویدیوش گرفتیم، ماندیم در صفحه ماست، هم در صفحه یوتیوب ماست، هم در صفحه فیسبوک میتونین ببینین. مواد ما آماده شد به 3 رنگ. حالا شروع میکنم به جور کردنش. رنگ سفیدشم سفیدم نیست، شیری سک، به خاطر که رنگ مربا شیری بود، از خاطر رنگ ازیم هم طور است. یک دانه بادام در داخلش میمونم، خوب همراه دستم فشار میدم و رقم گلوله میکنم. بندوزه دلخواهتان، میتونین کلان بگیرین، خرد بگیرین، هر چقدر که خودتان دوست دارین. بعد از اینکه گلولش کنم، دوباره همراه آرد و ناریال یک همک بار آرد میزنم شه، بسیار کم، در زمین کاغذکایی که گرفته میمونم. کاغذکایش هم رنگش به دلخواه خودتان، هر رنگی که دوست دارین میتونین انتخاب کنین. رنگ سفیدش خلاص داله، سبز شما میکارو میکنم، فرق نمیکنه دیگه، کلش هم یک رقم آماده میشه. یک دانه بادام میمونه، میتونیم میوایشون به دلخواه خودتان بگیریم، میوه خشکشه، بادام، چارمغز، پسته، هر کدام میشه که خودتان خوش داشتین. تو مرتب کلش جور میکنم، ببینین چقدر مقبول آمده. یا از رنگ زردش کلش آماده کردیم. دیگه با همین 3 تا مواد آماده میشه، نیاز به چیز دیگر نیست. پودر ناریال خودش خوشبویه، نیاز به ال چای هم نیست. خب دوستای نازنین ببینین میتایی ما آماده شد. حالا مرتضی جانم نوش جان میکنه، به شما میگه که مزهش چرا کم آماده. سلام دوستای نازنین، بکنم و خوش آمدین. امروز مادرم میتایی پخته کرده، آل ناشتام میکنم که مزهش چرا کم نیست. بسم الله سعی کنین دوستا.
دوستو واقعا خوشمزه اومدن. جایتون خالی. دوستو خیلی خوشمزه بود. دوستو را زدن یادتون نره. اینجا ستک سابسکرایب کردنم یادتون نره. زنگالا زدنم یادتون نره. بای بای. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز که میتایی پخته کردم. انشالله که از دیدنش خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. اگه خوشتان آمد حتما همراه دوستانتان شریک کنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ مهربان مسپارم. سربلند و سرفراز باشین در کنار فامیلتان. خدافظ شما عزیزان. وقتتان خوش.